همچنان از مهمانشان کامدن در برنامه و صحبت های هم که داشتن به ما شما شریک ساختن و فعلا هم با دکتر سای محمد زلمه افغانیار پوپل فعال یا هم کارشناس مسائل سیاسی هستیم و راجع به موضوعات یا هم کشمکش های اخیر ارگ میان پارلمان و تاثیر از او برای روند سال صحبت میکنیم. سلام، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدین. موفق باشین. اجازه بدین که یک سلام داشته باشم خدمت بیننده های شما که از طریق تلویزیون شما بیننده هستن، و یک سلام خاص داشته باشم به خانواده های شهدای مردم افغانستان، خاصتا خانواده های شهدای نیروهای امنیتی دفاع افغانستان که در راستای حفظ تمامیت ارضی افغانستان شهید شدن. سلام به خانواده هایشان. و از همین طریق هم یک سلام خاص به نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان، فرزندان صدیق وطن که به خاطر حفظ ارضی وطن در همین لحظه همراه تروریست های بین المللی در حال جنگ هستند. سلام، خدا قوت، خسته نباشین. شما زنده و سلامت باشین. دکتر صاحب، قسم که در نخواستم یادآور شدم، کشمکش های اخیر میان ارگ و پارلمان بسیار زیاد شده. دلیل از این چی هست؟ چگونه به وجود آمد و چرا به وجود آمد؟ الکوزه صاحب، در همین فرصت ما میخوایم یک شعر استفاده بکنیم که بسیار برای ما جالب هست. وقف اوضاع کنی افغانستان هست. شاعر بسیار خوب میگه، میگه بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدم، بس حلقه زدم بر در و حرفی نشنیدم، من هیچ کسم یا که در این خانه کسی نیست، من هیچ کسم یا که در این خانه کسی نیست. اوضاع سیاسی افغانستان، تحلیلش اگر ما تحلیل داشته باشیم، و بحرانش در طول 40 سال اخیر ما در با بحران مواجه هستیم. و علت از این برمیگرده به عدم اتفاق سیاسی سیاسیون افغانستان که در راستای مسائل ملی کلان یا با هم توافق سیاسی ندارند. و همین جنگ های افغانستان مردم ما را مهاجر ساخت به کشورهای بیرونی، و او تحت تربیه کشورهای بیرونی قرار گرفتند. با همو فکر آمدند داخل افغانستان. یک تعداد که طرف ایران رفتند، یک تعداد طرف پاکستان و جمعی هم طرف اروپا و آمریکا رفتند. امروز گویا برگشتن به افغانستان آمدن، در اوضاع سیاسی دخیل شدن، به همو فکری که به کشور کلان شدن میخوان امور را بر افغانستان یا تطبیق بکنن. و عدم توافق سیاسی هم باعث این موضوعات شده. و کشورهایی که در این 2 دهه دموکراسی در افغانستان آمدن تحت پوشش اتحادیه اروپا، ناتو در افغانستان، او هم هر کدام بر خود آمدن جمعی را هم فکر پیدا کردند. به اساس فکر خود یار میگردانند. اگر جناب امرالله خان صالح معاون اول ریاست جمهوری آمد در همون نشست ژنو بحثی را مطرح کرد پیرامون از این که در پارلمان افغانستان فساد هست، آیا آفتاب را ما میتونیم به دو انگوش بپوشانیم؟ خوب، یک گپ واضح هست. آیا فساد نیست؟ آیا همی وکلای ما، همی اعضای فامیلشان، وابستگی هایی که بیا دارن از امو مسئولیت های سیاسیشان یا سوء استفاده نمی کنن؟ آیا زورگیری ها نمی کنن؟ آیا در قصب جایداد مردم یا دست ندارن؟ این خب واقعیت عینی هست. او مشخصا نیامد نگفت که فلانی فلانی به فساد آغشته هست. گفت جمعی از وکلای پارلمان ما. نام نگرفت، مشخص اما همو جمعی که مشخص هست و در افغانستان هم چهرهشان معلوم هست، باز یا برای خود آمدن یارگیری کردن، و باز چند نفر دیگر هم که خود یا هم نوا ساختن و صدای خود بلند کردن و علیه ارگ ساد شدن که باید معاون صاحب امرالله خان صالح باید استعفا بکنه. آیا با استعفای صالح یا میخوان که صدای رسای حکومت یا چوب بسازن؟ خیلی امکان نداره. وقتی کسایی که از آدرس مردم افغانستان در پارلمان ششته هستند و خودشان قانونگذار هستند و او تطبیق قانون نمیخوان، چی نشان میدن؟ پس همو تهجر را نشان میدن، پس همو عدم تطبیق به قوانین او نشان میدن. او به این باور هستن که از نام قانون بر قانون یا حاکمیت بکنن. این اشتباه هست. و چون اینا میشن، مثلا وقت ما هم میفهم، شما میفهمین، و دوستایی که شاید هستن اونا در فساد غرق هستن و زور میگن، همیشه از زور خود استفاده میکنن، از قدرت سیاسی خود استفاده میکنن. همون بارها هم ما شاید از این هستیم اونا دوباره و پارلمان راه پیدا میکنن، رای میبرن. دلیل از در چی هست؟ اینا چی کارا میکنن؟ جناب خود صاحب، امی دور در انتخابات پارلمان از کابل ما هم کاندید بودیم، خوشبختانه بگم یا متاسفانه بگم، اما ما هم کاندید بودیم به اساس همون روابط فکری را که در کابل ما وظیفه اجرا کرده بودم، همراه مردم داشتم. وقتی که آمدیم در پارلمان موضوعات شکل دیگه رفت، و اکثریت این کسایی که امروز در پارلمان نشستند 70% او بر اساس روابط آمدند، نه بر اساس ضوابط که رأی پاک مردم افغانستان باشه. که ما واضح بارها گفتم و باز هم میگیم، یعنی انتخابات تنها یک بهانه بود، یک بهانه بود و یک اگر بهانه هم نگین یک راه بود که یک تعداد باید اونجا برای جذب شوند.
تحت مدیریت یک برنامه خاص و او رفتن همونجا حالا جذب شدن و باز هم به عنوان وکلای پارلمان ما بزرگ احترام دارین، چرا در خانه ملت رفتن؟ اما او امروز که در خانه ملت ششته هستن به نام ملت که ما و شما و بیننده ها هستین او استفاده میکنن. ما وکیلای را میشناسیم که روزی که به انتخابات پارلمانی رفت ثبت نام کرد به اساس گفته خودش همراه موتورسیکلی که از کسی او را آریه گرفته بود. امروز هم وکیل صاحب دو موتر زره تا میدان هوایی کابل میره. بیا جناب وکیل صاحب وضاحت بده که همین موتر زره را به ظرف دو سال تاس کجا کردی؟ تو خب باورمند بودی که ما پاک کار میکنیم، همراه موتورسیکل رفتی ثبت نام کردی، اما امروز باز چطور شد که خودت باز حال امرای متر زنه میگردی؟ یعنی خانه ملت اینا با فساد آغاش هست ساختن؟ خیلی واقعیت عینی هست، همین مسئولیت سیاسی بر از همین فساد و ما چه کد آماده ساخته. امروز ما همیشه قانون گفتین از قانون سوء استفاده کردین، ما حکومت گفتین از حکومت ما سوء استفاده کردین، ما نظام گفتین ما نظام سوء استفاده کردین. اگر خود ما در امن بودیم، فامیل ما در امن بود، بادیگار داشتین، محافظ داشتین، دیوارهای سیمنتی داشتین، سرک بر ما بند شد، حکومت خوب حکومت است، امن و امان هست. اگر آمد بچه مرا گرفت، برادر مرا گرفت، اعضای فامیل مرا گرفت، کسایی که قسم میکردن، زورگویی میکردن، او را آمد، حکومت بد حکومت است که با صدای ما باید بلند شود. و اگر حکومت هم باز بیاید به می صحبت ها تن بده و او بیاید هم موقف خود از پایان ببره، حکومت نظم ملت هم از بین میره. امروز اگر نسبی مردم آمدن احساس آرامش میکنن به اساس همون طرحی که جناب امرالله خان صالح او را شروع کرده و کار میکنه، برای تیم کاری مردم در کابل آرامش نسبی دارن. ما هم در نظام تجربه داریم، چند سال در اکادمی پلیس تحصیل کردم، در ارگان های کشفی استخباراتی وظیفه اجرا کردین، بر ما خوب معلوم هست که اوضاع کابل نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده. اما امروز هم اگر ما با انفجارها سر کار دارین، با دوزی ها، با چپاولگری ها، ایره ما به وضاحت برتان گفته میتونیم همو حلقات فاسدی که دستشان در امی سیاست ناسالم دخیل هست، به خاطر از اینکه کارکردهای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از زیر سوال ببرن، به خاطر کارکردهای مثبت امرالله خان صالح را زیر سوال ببرن، همو حلقات خبیثه خود هدایت میدن که شما در کابل همین کار را انجام بدین. بله و شاهد از این هستیم، چند روز قبل راکت ها پرتاب شدن و هیچ کس مسئولیت از اون را به عهده نگرفت. پس دلیل از این هم همی بوده میتونه وقتی میخواین یک شخص موفق ناکام به جامعه معرفی بکنن میشه که راه منفی رو به پیش بگیرن. در سیاست یک مقوله هست میگن در سیاست منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. امروز همو حلقات تروریستی بین المللی خارجی در افغانستان اگر فعالیت میکنن به اساس حمایت همو حلقات سیاسی هست که داخل افغانستان هست و فعالیت میکنن، زمینه آمادنشان، زمینه بودباششان آماده میشه. امروز شما از خانه ما خبر ندارین، من از خانه شما خبر ندارم. اگر امروز ما و شما رابطه فامیلی برقرار بکنین، من میفهمم که داخل خانه شما داخل شدن به کجا خانه‌تون مهمانخانه است، به کجا پذیرایی است، به کجا اتاق نشیمن است. امروز دشمن از بیرون خبر نداره، هم افراد اشخاصی هست که یار حمایت میکنه در وطن میاره. آیا اگر ایا همو وجدان و همو حیثیت داشته باشن، خون این شهیدای ما و خون اولاد از چه فرق میکنه؟ چرا ما هر روز در گلم غم ششته باشین؟ چرا ما هر روز انفجار و هر روز انتحار داشته باشیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر حفظ منافع افراد مشخص، گروپ مشخص، حلقه مشخص. اما ما بر از او میگیم او خواب هست، او خیال هست. افغانستان نسل نو به وجود آمده که خوب میفهمه که ما به نام قوم، به نام سم، به نام گروپ، به نام نژاد، به نام ملیت ما استفاده نشویم. اما او فکر میکنن پدرای ما رو بازی دادن، ما رو هم بازی داده میتونن. نه برادر، نمیتونین. اگر همین نظام را ما دارین، یک نظام نسبی هست، ما همین نظام به خود حمایت میکنین. اگر ما در این برنامه ششته هستیم جناب الکوزسیب، همین دکور ما خوش ما نمی آید، ما همین دکور را تغییر میدیم. ما نمیتونیم که مکمل استودیو را چپه بکنین، دیوارایش را چپه بکنیم، از سر بسازیم، آخرم به این معنی که ما همین مبل خوش ما نامده. باز او ها میخوان همین فهمی کار را بکنن، این محال هست. یعنی مشکل باید اول مشکافی بکنیم، وقتی مشکل پیدا شد حل کردنش آسان تر هست. و عدم اتفاق سیاسون چی هست؟ چرا اینا بین هم اتحاد ندارن؟ به خاطر از اینکه اگر ما یک تحلیل داشته باشین در چهار دهه اخیر همون شکلی که موضوع گفتین کشمکش حکومت و پارلمان هست، جنگ افغانستان جنگ داخلی نبوده، صلح ما هم صلح داخلی نیست. همون شکلی که حکومت تروریست پرور ایران و حکومت تروریست پرور پاکستان آمدن در چند دهه اخیر حکومت حزبای هفتگانه و هشتگانه را برای ما جور کردن و این حزبا را یا تمویل کردن،
آیا شما فکر میکنین که او همین دست پرورده خود باز اعلان کردن خیلی نکردن؟ به همو اساس مفکوره های گذشته خود باز هم میار یا میل سپورت میکنن. امروز حکومت امریکا را ببینین، در اوضاع سیاسی افغانستان چرا ما بحران دارین؟ به خاطر همو دوگانگی و برخورد دوگانه امریکایی های همراه حکومت به افغانستان هست. همراه حکومت قبلی پروتکل داشتن، منافع افغانستان منافع امریکا هست. دشمن درجه یک و استراتژی که امریکایی ها که طالب و القاعده بود، امروز طالب شد دوستش، اتحاد کردن، بین هم توافق کردن، تعریف منافع کردن. آیا ما در افغانستان سیاسیون داریم که در راستای موضوعات منافع ملی ما او یک تعریف واحد داشته باشن؟ اگه دارن بسم الله، ما طریق برنامه تون ما میگیم. بارها گفتیم به سیاسیون افغانستان که شماره جنگ افغانستان برای ما سیاسی ساخت، شماره جنگ افغانستان برای ما رهبر ساخت. در رأس یک گروه 20 نفره شدین، باز 50 شد، باز 100 شد، باز 200، باز 1000، باز شد رهبر. امروز رهبر صاحب فامیلی در افغانستان نیست، پاسپورت های انگلیسی و فرانسوی و اروپایی دارن، اما اولادی وطن نان خوردن خود ندارن. یعنی منافع از اینا در جنگ هست؟ اگر منافعشان در جنگ نیست، اگر در صلح هست، چرا ما در راستای اتحاد و انسجام و همدیگر پذیری یک توافق سیاسی به خاطر منافع اولیای کشور افغانستان مادر وطن چرا اتحاد نمیکنن؟ او گروپی که به نام طالب در دوحه ششته هست و مستقیما از آیسای پاکستان او هدایت میگیره، امروز او چرا صلح نمیکنه؟ آیا مقدمه صلح آتش بس نیست؟ شما که جهاد میکردین، مقاومت میکردین، میگفتین به خاطر دین و به خاطر قرآن و به خاطر وطن، قرآن برات میگه کفار، یهود، نصارا بر مسلمان رفیق شده نمیتونه. تو که نام خودم ملا موندی و بیرقت هم نوشته میکنی لا اله الا الله محمد رسول الله و بیرق افغانستان هم نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، فرقش به چی هست؟ فرقش به او کسی است که تو را نان میده؟ فرقش به او دلار امریکایی است، کالدار پاکستانی است، تومان ایرانی است؟ ما آگاه هستین که شما به نام دین میخواین بر ما حکومت بکنین، اما این کار کردن نمیتونین. و سیاسیون ما چی میکنند؟ او هم به اساس همو فکر خام روابط خارجی، بر ما خارجی ها چی میگن، بر ما امریکایی ها چی میگه، بر ما اتحادیه اروپا چی میگه، اما این نمیگه که وطن چی میگه، مردم چی میگه، مردم چی میخواین. آرامش نداریم در خانه، مکتب آرامش نداره، پانتون آرامش ندارن، شفاخانه آرامش ندارن، مسجد ما آرامش نداره، حسینیه آرامش نداره، حتی در افغانستان معابد اهل هنود و سیکای ما آرامش نداره. او چطور شد گذشته ها ما اقتصاد نداشتین؟ ظاهرشاه حکومت میکرد، مردم گشنه بود، اما آرامش داشتین. خارجی ها میامد از کابل تا به اسلام قلعه میرفت، اما امروز یک نفر از خیرخانه تا به دبغانان آرام آماده نمیتونه؟ یعنی در قلب کابل امنیت تا یه حد اینا خرابتر ساختن. ای چی هست؟ ای از عدم انسجام سیاسی داخلی هست. هر گروپ به یک سیاسی ما وابسته هست، هر جبر به یک سیاسی ما وابسته هست. ما گفتیم خدمتتون، عرض کردیم، ما در ارگان‌های کشف وظیفه اجرا کردیم. یک مجرم گرفتار میشد، یک مظنون گرفتار میشد، تا ای به حوزه و به ریاست انتقال میشد، صدها زنگ میآمد از کسایی میآمد که ادعای پاکی و صداقتش زبان زد عام و خاص بود. اما بر ما تعجب بود که ای چطور از این حمایت میکنه. همو حلقات خبیثه هنوز هم فعالیت دارن، همو هستن که علیه حکومت میان جبهه گیری میکنن، علیه امرالله خان صالح میان جبهه گیری میکنن. آیا امرالله خان صالح نان دستان خود نگرفت دیگه؟ همو آمد، همو کسایی را که شما بسیدید وابستگی دارن، ما را مهار کده میره. و اگر شما هم راست میگین و به این وطن تعهد دارین و روزی که قسم خوردین که منافع افغانستان منافع ملی ما هست، آیا کردین؟ نکردین. امروز شما از پارلمان براین تا به هر گوشه که برین باید خط سیر باشه. اگر به مو خط سیر که شما میرین سرک بسته شد، اوجا یک مویسفی در حالت سکته قلبی بود، اگر یک خواهر و یک مادر در بخاطر وضع هم رو شفاخانه میرفت، اوجا باید جان بده. به خاطر چی؟ به خاطر رهبر صاحب، به خاطر بزرگ صاحب، به خاطر رئیس صاحب که تیر میشه خط سیر باشه. آیا به این شکل ما میتونیم افغانستان خوب داشته باشیم؟ یعنی نمیتونیم. تعریف درست از رهبر ندارن، تعریف واحدی از کارکردهای خود ندارن، چی برسه رهبریت. رهبر همیشه خودش گشنه میمانه، اما مردم خود سیر نگاه میکنه. امروز شما از این تلویزیون تان برای سر این سرک طفلای 5 سال 10 ساله 5 ساله اسپندگری میکنن. بچه رهبر صاحب او به کودکستان که موتر زیره میره، بچه رهبر صاحب وقتی که میره به کانتیننتال برگ میره نانشو، بچه رهبر صاحب، بچه قماندان صاحب، بچه وکیل صاحب 200 دلار میشه. یک معلم میره 7000 معاش میگیره.
آیا ما به این آرامش میرسیم زمانی که یک معلم ما 7000 معاش بگیره، بچه قماندان ما، بچه وکیل ما نان شبش 7000 روپا بشه؟ او 30 روز میایه نسل وطن آموزش میده که بفهمه وطن چی هست، مادر چی هست، افغانستان چی هست، جغرافیا چی هست. او برای 30 روز 7000 معاش میگیره. آقازاده نان شبش کده سینفیا و رفقایش 100 دلار شده. دو ما معاش معلم میشه و به عنوان اخیرین پیام دکتر صاحب، راه بیرون رفت از این بحران ها چی هست؟ راه بیرون رفت ما بر مردم افغانستان میگیم بینم و رهبرها و کسهایی که ادعای رهبریت میکنند و ما و شما میفهمیم که اوها برای ما و شما سیاست میکنند، پالیسی سازی میکنند، از توان ما، از انرژی ما سوء استفاده میکنند، بیاین دورشان خط بکشین. به خاطر حفظ منافع ملی و مادر وطن افغانستان که میگه حب الوطن من الایمان، وطن مادر است، بیاین اتحاد بکنین. مسائل قومی و سمتی و گروپی و نژادی را کنار بگذارین، اتحاد اتفاق پیروزی هست. باز هم در اخیر میخوام میره بگیم، میگم من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چی کسی برخیزد. او امریکایی، زن امریکایی وقتی که هزارها کیلومتر از امریکا به خاطر حفظ منافعش پرواز میکنه به افغانستان میآید، به خاطر تعریف منافعش پایش از سر گلون مادر ای وطن میمانه، او تعریف واحد از منافعش داره. او عسکر امریکایی وقتی که با او خالکوپی های بدنش از دیسکوتیک و نایت کلب میخیزه میآید، تعریف واحدی از منافع امریکا داره. اما مایی که میگین ما مسلمان هستین و اسلام بر ما میگه کوب الوطن من الایمان، کجا هست تعریف واحد ما از منافع ملی؟ تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، بحثا خیلی شیرین هست و خیلی مفید همچنان است. انشالله برنامه بعدی میباشیم و صحبت ها را ادامه خواهد دادیم. یک وقفه داریم و بعد از وقفه با شما دوست هستیم.